نیروگاه منتظر قائم حدود 20% برق استانهای تهران و البرز رو تأمین میکنه، 3% برق کشور رو تأمین میکنه. متاسفانه برخلاف ظرفیت و موقعیت استراتژیکی که داره مورد کم لطفی قرار گرفته و عامل آلودگی شهر تهران یکیشو عاملشو نیروگاه منتظر قائم میدونن، در حالی که ما تاکنون هیچ گونه سوختای مایع و فسیلی استفاده نکردیم، ولی متاسفانه این قضاوت نادرست وجود داره. الان این بخاری که پشت سر من هستش شاید خیلی ها احساس کنن که این دوده، واقعیت این نیسته، این بخار آبی است که میره تو فضا و خودتون میدونین که این کمک میکنه به تلطیف هوای معدوده نیروگاه هست. من این اطمینان به مردم میدم که ما هیچ گونه استفاده ای از سوخت مازوت تا حالا نکردیم و اگر مواردی باشه بخواد استفاده بکنه اونم با کنترل شده هستش و در زمان بسیار محدود هستش. کلن انتخاب نوع سوخت در اختیار نیروگاه نیسته، ما خب بهره بردار هستیم و دیسپاتینگ برق مشخص میکنه که ما از چه سوختی استفاده بکنیم. ما در موارد بسیار نادر در زمانهایی که وضعیت سرما میزانش بالا باشه احتمال این هست که از سوختهای دیگه غیر از گاز استفاده بکنیم. تلاش ما اینه که آخرین انتخابمون سوخت مازوت باشه و در زمانهایی که در گذشته استفاده کردیم همیشه در تایم های خیلی کوتاه، شاید یه روزه بوده، شاید دو روزه بوده و فوراً با تغییر وضعیت هوا چنج سوخت انجام دادیم. پیش بینی ما اینه که ما امسال استفاده نکنیم، مگر اینکه مثلا یه شرایط استراتژیکی به وجود بیاد. کلاً منتظر قائم دو تا نیروگاه داره، یه نیروگاه بخار داره که سوخت اولش گازوئیله و در شرایط اضطراری سوختش مازوت استفاده میکنه اگه لازم بشه، و نیروگاه سیکل ترکیبی که سوخت اولش گازه و در صورت نیاز گازوئیل استفاده بکنه. ما الان سوختی که استفاده میکنیم در طول تمام ایام سال گاز هستش برای هر دو نیروگاه هستش و روزانه یه چیزی بین 6.5 تا 7 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکنه. این نیروگاه برای اینکه بخواد از مازوت استفاده بکنه اول نیاز به دستور دیسپاتینگ هستش، بعد از اون ما باید از طریق دادستانی و محیط زیست درخواست استفاده از مازوت بدیم. دادستانی هم همه جوانب کار رو بررسی میکنه، استعلام میگیره از محیط زیست، محیط زیست از اینجا بازدید میکنه. باید سیستم های اندازه‌گیری مواد آلاینده مازوت و سوخت های مایع در نیروگاه های ما، در واحد های ما، در اگزوز های ما به صورت آنلاین فعال باشه. بعدن اگر نیاز به استفاده باشه با یه شرایط خاصی مجوز این کار داده خواهد شد، ولی اینی که خودسرانه نیروگاه اقدام به این کار بکنه همچین چیزی وجود نداره. اگر هم اقدام بکنه برای هر واحدی نزدیک 1.2 میلیارد در ماه جریمه میشه. ما کلن به طور آنلاین سامانه پایش آلاینده های خروجی اگزوزامون رو داریم و به طور منطق و سرزده سازمان محیط زیست وضعیت خاک، آب و واحدهای ما را به طور دقیق کنترل و اندازه‌گیری می‌کند. خود آزمایشگاه نیروگاه هم به طور مرتب همه مواردی که لازم باشه به صورت هر 3 ساعت یک بار باز تست و اندازه‌گیری می‌کند.